بینندگان عزیز یورو نیوز فارسی، خوش آمدید به پخش مستقیم کنفرانس خبری ژان کلود یونکر و دونالد توسک، رؤسای کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا. روز گذشته و امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند و درباره موضوعات مختلفی از جمله تمدید مهلت ریاست آقای دونالد توسک و آینده اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی و دفاعی و امنیتی گفتگو کردند. امروز نشست رؤسای رهبران اروپایی با حضور 27 رهبر برگزار شد. خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در این نشست حضور نداشت، چرا که امروز درباره آینده اتحادیه اروپا صحبت کردند. تلاش میکنم بخشی از صحبت‌های آقای دونالد توسک و آقای یونکر رو برای شما ترجمه کنم. That is why leaders reaffirmed the unequivocal support for the countries in the Western Balkans. And they شامگاه گذشته we also expressed our full commitment to support. اعلام کردیم که به شکل کامل از کشورهای غرب بالکان حمایت میکنیم و این پیامی است از طرف اروپا به این منطقه. As you know, today we met at 27. همانطور که میدانید امروز نشست 27 رهبر اروپایی بود. در 15 روز دیگر 60مین سالگرد پیمان روم است و باید ببینیم برای آینده اتحادیه اروپا به مناسبت این 60مین سالگرد باید چه راهی رو انتخاب کنیم و چه مسیری رو بریم. در نشست والتا درباره مسئله صحبت کردیم و همچنین کمیسیون اروپا کتاب سفید خودش رو منتشر کرد و در حال حاضر یک سری مسائل و گزینه‌ها داریم که باید درباره آنها صحبت بشه. برخی از کشورها بیشتر به مسائل داخلی خودشون فکر میکنن که در چارچوب مرزهای جغرافیایی خودشون بمونن و در مقابل کسایی هستن که فکر میکنن باید بیشتر با هم همکاری کنن و بیشتر در اتحادیه اروپا ادغام بشوند. Of 27 countries in the context of the upcoming Brexit negotiations. باید منافع تمام 27 کشور اتحادیه اروپا رعایت بشه. باید همچنین در نظر گرفت که بریتانیا میخواد از اتحادیه اروپا خارج بشه و برگزیت وجود داره. هدف اصلی ما این است که اعتماد بین 27 کشور رو افزایش بدهیم. 27 کشور با این ایده تفاهم دارند که باید به سمت وحدت برویم و همه کشورها از این ایده دفاع کردند. حال نوبت آقای ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا میرسه که اظهارات خودشون رو بیان کنند. شوربختانه رهبران اروپایی و همکاران من به من گوش نمیدهند. مارگاریتیس، تو به من گوش میدهی؟ آیا I don't know why, but he was. So congratulations, Margaritis. Were you elected or appointed? Appointed, yeah. That sounds. آقای اسشیناس، سخنگوی اصلی کمیسیون اروپا، به عنوان مرد سال یونان انتخاب شدند و درباره در این زمین آقای یونکر به ایشان تبریک گفتند. درباره کتاب سفید صحبت کردیم و همکاران در این زمینه صحبت داشتند. پرسش‌های زیادی مطرح شد و همچنین درباره دیدگاه اروپایی با سرعت‌های متفاوت بحث‌های زیادی مطرح شد.
debated and discussed. The کمیسیون گزینه‌های مختلف و سناریوهای مختلف رو اعلام کرده. نکات مثبت و منفی این گزینه‌ها رو تشریح کرده و ولی کمیسیون دیدگاه خاصی نداره درباره اروپایی با سرعت‌های متفاوت حرکت. باید بگویم که برخی از همکاران فکر میکنن این ایده هست که به وسیله این ایده میخواهند در اتحادیه اروپا اختلاف بیاندازن و کشورها را از هم جدا کنن، ولی من با این ایده مخالفم و چنین چیزی وجود نداره. و همچنین این ایده باید بگویم referred to as scenarios. We, those who want more, can do more. این به این معناست که کشورهایی که میخواهند اقدامات بیشتری انجام بدهند بتوانند اقدامات بیشتری انجام بدهند. بتوانند همکاری‌های بیشتری با هم داشته باشند. ما پیمان‌هایی که در حال حاضر وجود داره رو تغییر نمیدیم و این پیمان‌ها سر جای خودشون خواهند بود. در واقع کشورهایی که میخواهند همکاری‌های بیشتری داشته باشند میتوانند این کار را انجام بدهند. کشورهایی هم که نمیخواهند مشارکت کنند مشارکت نمی کنند، فقط میتوانند در گفتگوها شرکت کنند. حتی در برخی موارد در بین کشورهای حوزه یورو هم این اتفاق میفته. به طور مثال برخی از کشورها موافقن که در بعضی از بخشها مالیات افزایش پیدا کنه، ولی برخی از کشورها مخالف این امر نیستند. به طور مثال درباره حق طلاق یا حق ثبت تالیف دیدگاه مختلفی در اتحادیه اروپا وجود داره. و به طور مثال در زمینه وجود دادگستری اتحادیه اروپا برخی از کشورها موافق این دیدگاه هستند و موافق ایجاد چنین دادگستری هستند، ولی برخی از کشورهای شرق اروپا مخالف این دادگستری هستند، وجود این دادگستری هستند. در حال حاضر اروپا با دو سرعت متفاوت وجود داره. به طور مثال رومانی و بلغارستان در این مسائل همکاری میکنند و من میخواهم بگویم که این دیدگاه برخی از کشورها رو منزوی نمیکنه و کشورهای شرق اروپا هم در برخی از مسائل شرکت میکنند. میخواستم در این زمینه وضعیت رو روشن کنم و به طور مشخص توضیح بدهم. The debate I was saying this in three languages. Thank you. Now time for your questions. حال نوبت خبرنگاران میرسه تا پرسش‌های خودشون رو مطرح کنند. Right, Valentina. Hi, Valentina Bob with the Wall Street Journal. I understand that what you are explaining. خبرنگار وال استریت جورنال. These speed scenarios, the existing variable geometries that are currently in place. با سرعت‌های متفاوت در حال حاضر وجود داره. Future after Brexit, and isn't it a reality that there will be? ولی این بحث درباره این زمینه آینده اتحادیه اروپا پس از برگزیت رو مشخص می‌کنه. More recent member states that maybe the funds will dry up, new priorities will be drawn up, and in this context, the fear is that these countries will be left behind. So how do you respond, since you present this as a way? برخی از کشورها فکر می‌کنند در زمینه مسائل اقتصادی منزوی می‌شوند و این کمک‌ها به آنها ادامه پیدا نمی‌کنه. شما چه جوابی برای نگرانی این کشورها دارید؟ Those who want more, do more, is in no way related to budget reconciliations. این درباره سناریوی سوم است و در سناریوی سوم درباره مسائل بودجه صحبتی نمیشه.
question for both of you from Kevin Connolly of the BBC. You've talked about being optimistic and positive in your debate, but شما گفتین که دیدگاه مثبتی درباره این بحث ها وجود داشت. Would you agree that it has changed the atmosphere and made the atmosphere less positive and less optimistic than it might have been? درباره برگزیت و شرایطی که در حال حاضر وجود داره و دیدگاه مثبتی در آغاز مذاکرات برگزیت وجود داره، سوالی رو مطرح کردند. For sure it's nothing optimistic, I have no doubt. بله، برگزیت یه چشم‌انداز مثبتی نیست، ولی یک حقیقت است و انتخاب ما هم نبوده. For me was absolutely clear that برای من روشنه که هدف اصلی ما در حال حاضر اینه که اتحاد کشورهای اتحادیه 27 کشور اتحادیه اروپا حفظ بشه. And still very clear priority, and this is why I feel. و این اولویت اصلی من است و به خاطر همینم از گفتگوهای امروز راضیم. Because I would like to be in the same boat than the British. The day will come. من برگزیت رو دوست ندارم. دوست داشتیم بریتانیا با ما بمانه، ولی این اتفاق افتاده و بریتانیا در حال حاضر در کشتی نیست. ولی برگزیت به معنی پایان اتحادیه اروپا نیست و پایان رویای ما برای اتحادیه اروپا نیست. ولی نباید برگزیت باعث بشه که کشورهای دیگر ناامید بشن که راه خودشون رو ادامه بدن و به جلو برون. در واقع برگزیت پایان کار نیست و ما به راه خودمون ادامه میدهیم. I would like to ask how was the atmosphere in the room today, because apparently فضای جلسه امروز چه شکلی بود؟ به خصوص پس از نشست شامگاه گذشته که فضای سنگینی حاکم بود و نخست وزیر مجارستان نپذیرفت که نتیجه گیری جلسه رو امضا کنه و با آن موافق نبود. آقای توسک، شما فکر نمی کنید که این اقدام که بر علیه شما بود چه اقدامی انجام شد و شما چه اقدامی می خواهید انجام بدهید که لهستان از انزوا خارج بشه؟ دیروز جلسه مثبتی بود و فضای مثبتی حاکم بود، به خصوص برای من. و امروز هم باید بگویم که تمام 27 کشور از جمله مجارستان رفتار مثبت و قابل قبولی داشتند و میشد لمس کرد که یک فضای مثبت است و امیدوار کننده. من با دولت لهستان در ارتباط خواهم بود و direct cooperation also که به شکل مستقیم با شورای اتحادیه اروپا و مجارستان به شکل مستقیم با هم همکاری کنند. امیدوارم که همکاران لهستانی من پیشنهاد منو بپذیرند برای انجام این همکاری. در واقع دولت لهستان مخالف ادامه ریاست آقای توسک لهستانی بر شورای اتحادیه اروپا بود، ولی در نهایت رهبران 27 کشور اروپا با ادامه ریاست آقای دونالد توسک مخالفت کردند و دولت لهستان در این زمینه تنها ماند و در نهایت آقای توسک توانست بر دولت کشور خودش پیروز بشه. در واقع دولتی که در حال حاضر
قدرت رو در دست داره، دولتی که در زمان نخست وزیری خود آقای توست در اپوزیسیون بود، ولی در حال حاضر حزب آقای توست در لهستان در اپوزیسیونه و حزب عدالت در لهستان قدرت در دست داره و این دو حزب هم رابطه خوبی با یکدیگر ندارند. بینندگان عزیز، به من اطلاع میدن که به پایان این برنامه میرسیم. در واقع جلسه دیروز و امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین نتیجه گیری که میشه ازش کرد این بود که دوران ریاست آقای دونالد توسک بر شورای اتحادیه اروپا برای 2.5 سال دیگر تمدید شد و رهبران خودشون رو آماده نشست روم میکنند. با یورونیوز بمانید. تشکر از همراهیتان.